امروز 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز ابراز امیدواری می کند تا افغانستان مکان بهتر برای همه افغانان باشد. این سازمان می گوید که بیماری کووید 19 اثرهای زیاد بر زنان و دختران داشته است. به گفته سازمان ملل سال 2021 میلادی فرصت تاریخی برای صلح پایدار فراهم می کند که به سود همه افغان ها خواهد بود. اما ما میخواهیم بس خود از اینجا آغاز بکنیم. زنان زخمی اما به پیش. تجلی از روز جهانی همبستگی زنان. یک هفته پیش از فرارسیدن این روز در تمامی نهادهای دولتی چه هم خصوصی آغاز می شود. هرچند در ظاهر مقام های دولتی بر تساوی جنسیتی و مشارکت زنان در همه سکتورها تاکید می کنند. ولی در عمل کار اندک در این راستا صورت گرفته است. حضور و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پس از شکست طالبان آغاز شد. قانون اساسی حق برابر برای زن و مرد را به رسمیت شناخت و قوانین دیگری نیز برای حمایت از حقوق زنان به تصویب رسید. از این میان قانون منع خشونت علیه زن انواع خشونت ها را تعریف کرد و برای هر یک از این خشونت ها مجازات تعیین کرد. این قانون حالا در محاکم افغانستان مبنای فیصله است و قرار است عاملان خشونت علیه زن بر اساس آن مجازات شود. اما زنان میپرسند که تنها حمایت قانونی از حقوق زنان در افغانستان میتواند که حل تمامی چالش های زنان در افغانستان باشد یا کار بنیادی نیاز است بر تغییر در وضعیت زندگی زنان. مهمانان من در این بحث خانم عاطفه طیب معین وزارت دولت در امور پارلمانی، خانم لیلما احمدی عضو پیشین مجلس نمایندگان و مشاور رئیس شورای عالی مصالحه ملی و همچنان خانم زهرا میرزایی رئیس انجمن قابله ها هستند. سلام بر شما، خوش آمدین مهمانان عزیز به بس و روز زن بر تمام شما نیست. ما تبریک میگم و ما میخوایم بپرسم خانم طیب که تعریف شما از زن افغان چیست؟ به نام یاد خداوند به عرض سلام خدمت حاضرین و خدمت بیننده های عزیز. در قدم اول روز جهانی 8 مارچ و روز همبستگی زنان جهان را به تمام زنان به ویژه به زنان افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. متاسفانه امسال ما در حال تجلیل میکنیم از 8 مارچ که خشونت ها را ما شاهد افزایش پیشینیش هستیم در قبال زنان و به ویژه زنانی که در عرصه رسانه و در عرصه های اجتماعی و مدافعین حقوق زنان هستند و جای داره که به روحشان شاد باش بگیم و از خداوند متعال برشان جنت برین خواهند باشیم. در راستای تعریف زن افغان بسیار مشکل است، اگرچه ما اگر ببینیم خیلی تفاوت ندارن زنان افغان با زنان کشورهای دیگه. ما مسیری که فعلا داریم طی میکنیم، زنان در مسیر مبارزات حق طلبانیشان در سایر کشورها او مسیر طی کردن و یک مسیری را باز کردن برای زنانی که امروز خود 8 مارچ هم در حقیقت بیانگر اون مسئله است. اما چالش های زیادی را در پیش رویشان داشتن زنان افغان. به ویژه اگر بخوایم تعریف بکنیم میگیم که زن افغان زنی است که با فداکاری ها، قهرمانی ها، رشادت ها و قربانی ها تا این لحظه را به پیش آمدند و خوشبختانه تانستند که در دو دهه اخیر یک جایگاه بهتر را نسبتاً بهتر را داشته باشند. اما او جایگاه فعلا متاسفانه باز هم قابل نگرانی هست و در عرصه امکان نابودیش وجود داره و نگرانی های را بابت او زنان افغان دارن. اما اگر ببینیم با او رشادت ها، فداکاری های که تا به حال پیش آمدن، به باور ما زنان افغان خصوصا زنانی که پیشگام بودن در این عرصه تا چندین دهه مبارزه ایشان زنان قهرمانی هستند که واقعا باید قابل تقدیر هستند. نه تنها یک روزی که 8 مارچ هست بلکه هر روز باید روز ما باشه و صدا بزنیم برای بیان یا به تصویر کشیدن او قهرمانی ها، فداکاری ها و دستاوردهایی که طی چندین دهه گذشته داشتن و او توانمندی هایی که تانستن ثابت بکنن به جهانیان و به خود افغانان و به خانواده و جامعه که واقعا از پس او مسئولیت هایی که برشون سپرده میشه از عهده او مسئولیت ها برمیاین. بله، تشکر. خانم احمدی، من میخوام بپرسم که این 20 ساله که دهه های گفته شد بر زنان افغانستان که در خودشان تغییر آوردن، نه تنها در جامعه که چقدر نقش این تغییر زنان بنیادی بوده، اما میخوام از شما بپرسم چگونه از پری شد این 20 سال و زنان چی چیز را به دست آوردن و چی چیزم از دست رفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در برنامه و خدمت همه هموطنان عزیز. اجازه بدین که در نخست روز بین المللی زن در سراسر جهان، به خصوص برای زنان
شجای افغان چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان تبریک و تهنیت عرض بکنم. و همچنان امروز که روز در گذشت هفتمین سالگرد در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم بود، برای این روز هم برای تمام گذشته های ما و شهدای گلگون کفن از این کشور، چه مردان هستند و چه زنان و اطفال و کودکان که کشور شهید پرور میگیم هستیم، برشان جنت فردوس آرزو بکنم و امیدوار هستم که ما دیگه داغی از این کشور نبینیم. همونطور که شما گفتین در 20 سال چی تغییرات در زنان افغان دیده میشه، ما میخوایم بگویم که یک تعریفی از زنان افغان داشته باشیم که زنان افغان زنان شجاع، زنان مبارز، زنان قهرمان، زنان بی‌بدیل، زنان بی‌ترس و زنانی که رنج و شکنجه و خشونت ها را با صبر و شکیبایی تحمل کردن اما به پیش رفتن و مانند دیگر زنان جهان، زنانی هستند که از خود کارنامه های بسیار شجاعی را بر جا گذاشتن. امیدوار هستم که این روز با گفتن تبریک برای 8 مارس برای زن تنها این روز نباشه، با تنها گلدستی را که برای زنها امروز پیشکش میکنن به افتخار روز زنها تنها امروز نباشه، هر روز مهربانی و قدر و محبت برای هر خانواده برای زنهای خود پیشکش بکنن، برای خواهرای خود پیشکش بکنن و در کشور همچنان، برای زی که اگر زن نمی بود یقینا که عالم نمی بود. این بسیار دقیق است. بنابراین موجودیت زن و بودن زن در جهان، در هستی، یکی از ارزش های بسیار بلندی است که خداوند متعال هم در او بسیار تاکید داشته و در قرآن هم ذکر شده. اما شجاعتی که زنانی که در طی 20 سال در تغییر و تحولی که در افغانستان آمده دستاوردها و ارزش‌های فراوانی را از آن خود کردند، توانستند با شجاعت خود در برابر نابرابری‌ها، در برابر خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها برزمند به پیش برن و شهادت قبول کردن، مظلومیت قبول کردن و بالاخره توانستند که حتی در سطح ریاست جمهوری خود کاندید بکنند و پارلمان راه پیدا بکنند، در کرسی های دولتی امروز جا به جا باشند و کار بکنند. و بدون موجودیت زن در یک کشور پیشرفت وجود نداره. اما این اگر ما بگوییم که دولت مدارها و سیاستگران افغانستان در طی 20 سال برای زنها کمک و همکاری کردند، یک قسمت مسئله رو میتونیم که تقدیر و یادبودی از سیاست گذارای افغانستان داشته باشیم و از جهانیان که از زنان افغان حمایت کردن. اما بیشترین حزت را که زنان کسب کردن تا امروز با مبارزه خودشان بوده. ما امروز در تجلیلی که از روز در گذشت مارشال در خیمه لوی جرگه بودیم، ما میخواییم یک نقطه بسیار کوتاه را در این زمینه هم داشته باشم. سخنرانانی که در این محفل صحبت داشتند فقط از شجاعت و از رزمندگی سیاستگزاران و رهبران سیاسی و شهدای گلگون کفنی که نام آور هستند در این کشور نام گرفتند. من اصلا نامی از یک خانم را در این محفل نشنیدم که بگویند که زنانی که امروز ما و شما شاهد هستیم، حتی در این اواخر که در رسانه ها، در بخش های طبی، در بخش های حقوق بشر، در بخش های مدنی، اینا ما شهادت دادیم و پیش میریم. وقتی که مردانی که بر مبارزه امروز در افغانستان به پیش رفتن با حمایت جمع کثیری از مردان افغانستان هستن، اما زنها با وجود که حمایت کامل را حتی از فامیل خود نداشتن، چه رسه به اینکه به جامعه یا کشور حمایتشون بکنن، اونا به مبارزه برخواستن، رفتن، پیش رفتن، شجاعت کردن و شهادت دادن که امروز دست کم گرفته میشه. من فکر میکنم که هنوز جایگاه زن در افغانستان باز هم با نگرانی هایی به پیش میره. بله، دوباره مرور کردم. خانم مرزایی، از شما میخوام بپرسم تعریف های جامعه از زن افغان صورت گرفت، اما جایگاه این زنان در جامعه افغانی چگونه است؟ تشکر. ما هم اولتر از همه میخوایم که سلام ها و تبریک های خود از همه دریشه به تمام زنای افغانستان، به خصوص قابلای عزیز ما که در سرتاسر افغانستان در دورترین نقاط با تمام مشکلات امنیتی که دارن مشغول عرضه خدمت به مادران افغانستان هستن، تبریک بگویم این روز فرخنده را و
میخوایم برشان بگویم که واقعا امروز همون روزی است که اگر ما قرار باشه زنی را به نام قهرمان زنها و یا به نام شجاعت یاد کنیم، بدون شک باید او یک قابله باشه، به خاطر از اینکه او قهرمانی خود به ثبوت رسانده در افغانستان، در سیستم صحت افغانستان با تلاشایی که انجام داده و با دستاوردهایی که داشته. بله، و جایگاه زنان چگونه است؟ خب متاسفانه همون قسم که همگی آگاه هستن، هنوز هم در افغانستان ما به اون سطح نرسیدیم که باور کنیم ایره که زنها موجودات جدا از مرد نیستن. یعنی پیش از اینکه ما بیایم سر مقام و سر منزلت گپ بزنیم، باید ایره بفهمیم. بله. که زن یک انسان است. خانم مرزایی، میشه که شما صحبت هایتان ادامه بدین؟ خب تشکر. من فقط امیر میخواستم بگویم که پیش از این که ما بیایم در مورد جایگاه زن صحبت کنیم، خیلی مهم است که ایره بفهمیم که آیا واقعا امی باور که زن و مرد هر دو یک انسان هستند و جنسیت نمیتونه توانمندی یک زن را تعریف کنه، به این باور رسیدیم یا نه. هرگاه که به این باور رسیدیم، به نظر من اون روز خاط بود که ما دیگر تفاوتی بین جایگاه زن و مرد قائل نخواد شدیم. ولی متاسفانه تا فعلا من نمیتونم از دیدگاه سیاسی صحبت کنم، چون در اون بخش به حساب بخش اکسپرتری های من است، ولی در بخش صحت تا جایی که من اینوالف هستم میبینم که هنوز هم دیدگاه ها بسیار زیاد تفاوت داره و همی که نام یک زن بیایه یک بیباوری به توانمندی یک زن وجود داره هنوز هم. بله، دوباره به شما برمیگردم. خانم طیب، از شما میخوایم بپرسم، پیش از اینکه ما بپرسیم خب چی چالش و چی فرصت بر زنان افغان فراهم است، از شما میخوایم بپرسم شما چگونه خودتان تا اینجا رسانیدین، با چی چالش های روبرو شدین، چقدر حکومت حمایت میکنه از یک زن تا بتونه که خودش به بلندی ها برسانه؟ سوال بسیار مهمی را مطرح کردین. من فکر میکنم که عوامل مختلف در رسیدن یک فرد به یک جایگاه مطرح هست و نمایندگی درست از قشری که میتونه نمایندگی بکنه و از او آدرس می که بدون شک آدرس زنان افغان هست. در قدم اول خانواده مهمترین نقش را دارن. زمانی که یک خانواده حمایتگر نباشن، حامی نباشن، پدر و مادر، والدین تلاش نکنن برای ظرفیت سازی اولاد خود، نباید توقعی را داشته باشن که در جامعه بتونه خوب به درخشش و فعالیت بکنه. در قدم بعدی پذیرش جامعه هست که خود جامعه باید آماده ای باشه که یک زن، یک دختر میتونه فعالیت مفید داشته باشه در جامعه و نمایندگی درست بکنه و معیار کار و فعالیتش در حقیقت توانمندی باشه. و در قدم بعدی هم بدون شک تصمیم گیرندگان هستند که عرصه فعالیت برای خانم ها در دو دهه گذشته خوشبختانه بسیار باز بوده و با وجود مشکلات و چالش هایی که صد در راه خانم ها بوده، اما ما میبینیم که در سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه در سطح رهبری و تصمیم گیری و علاوه بر این که در قانون اساسی مسئله تسجیل یافته و ما حضور 27% خانم‌ها را در هر دو مجلس پارلمان داریم، در حکومت هم ما می‌بینیم کابینه افغانستان فعلا متشکل از 4 خانم هستند که مایه خوشبختی است. در ترکیب شورای عالی مصالحه خانم‌ها هستند در بخش‌های بسیار مهم تصمیم گیری در رهبری یا در معینیت‌ها و در رهبری ادارات مستقل و کمیسیون‌ها همگی خانم‌ها هستند. این نشان دهنده ای است که دیدگاه رهبری حکومت در بخش ارتقای خانم‌ها یک دیدگاه کاملا مثبت هست و به ویژه زمانی که ما بیایم بررسی بکنیم دستاوردهایی را که تا یک سال گذشته در بخش خانم‌ها داشتیم، بحث درج نام خانم‌ها در تذکره را، اگرچه یک مسئله اختیاری هست ولی این یک انعطاف پذیری و یک همکاری حکومت است که تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را مشاهدهش بودیم، بحث ایجاد شورای عالی زنان و تمام مسائل دیگه که بر علاوه ای که در ترکیب شورای عالی مصالحه در کمیسیون یا در ترکیب کمیته رهبریشان خانم‌ها هستند، کمیسیون اختصاصی هم در راستا ایجاد شده، اینا همه و همه نشاندنده ای هست که حسن نیت در مقابل خانم ها وجود داره، ولی چیزی که میتونه باز معیار اصلی برای انتخاب باشه به باور و دید ما و مسیری که من طی کردم، بس توانمندی خود زنان هم نقش داره که میتونه رهبری حکومت را در این مسئله تصمیم گیریشون کمک بکنه و جامعه را بیشتر آماده پذیرش بکنه که اگر کسی انتخاب میشه در یک سطح تصمیم گیری در حقیقت خودش میتونه صلاحیت خود استفاده بکنه و ظرفیت و توانمندی را به نمایش بگذاره. بله، تشکر.
تشکر. خانم احمدی، خانم طیب بسیار خوب تعریف کرد که چگونه یک زن میتونه خودش را برسانه با چی حمایتایی که در حال حاضر در حکومت مهیاست بر زنان. اما ما میخوایم بپرسم نقش زنان را شما در حکومت واقعا به عنوان یک جنس دوم دیدین و سمبول، یا که در تصمیم‌گیری کلان هم این زنان سهیم بودن شما که در بخش‌های مختلف کار کردین؟ یقینا که زنان خودشان با تصمیم و اراده خودشان به پیشرفت های دست پیدا کردن، اما در تصمیم گیری های حکومتی و در تصمیم گیری های کلان کشور که حالا موضوع صلح و مذاکره هم است، زنان هنوز به شکل سمبولیک کارو شکل گیری دارند. هنوز هم باور من به این است که به زنان به نگاه بسیار قدرتمند دیده نمیشه. البته که زنان حالا جایگاهی در حکومت افغانستان دارن. البته این جایگاه ها به گونه‌ای بوده که در اثر افت و خیز های صورت میگیره. مثلا من میتونم بسیار دقیق بر شما بگویم که امروز اگر زنان به اساس از اینکه یک شهروند از این کشور هستند، حق تحصیل داشتن، حق کار داشتن و حق پیشرفت دارن، بالاخره استعدادهایی را دارن به اساس امو ظرفیت شایسته سالاری باید برای بخش های نهادهای حکومتی باید پذیرفته شوند. بسیار ما در این مورد نظر بسیار مثبت ندارم، به خاطر از اینکه اکثرا به اساس دید سیاسی زنها به پذیرفته میشن و پیش میرن و او هم نگاه سمبولیک و نه نگاه بسیار عمیق و ژرف. اگر که من خودم میتونم به شما مثال بزنم، من کسی هستم که از خانواده بعد از مبارزه تانستیم کنار قناعت بتم و بیرون ارزندان بکنم و در جامعه هم به اساس ارزش هایی که ملی، کشوری و اجتماعی و افغانی خود عیار ساختیم تا بتونه جامعه ما رو بپذیره و پذیرش جامعه رو از آن خود کردیم. و حالی که در بخش حکومتداری و در بخش تصمیم گیری های حکومتی باید سهم داشته باشم، با چالش های بسیار فراوان روبرو هستم. ای که با چی چالش ها روبرو هستم؟ مثلا طور مثال دور انتخابات، هر انسان، هر طبعه و هر فرد از کشور حق داره که رأی خود استعمال بکنه بر هر کاندیدی که میخواد که بله، کامیاب شوه. اما بعد از او به اساس انتخابات هر کسی که در رأس قدرت میاد باید تمام ادبای کشور در نظر داشته باشه و افغانستان شمول باشه، تمام موضوعاتی که در حکومت افغانستان می باشه. متاسفانه چون این چیز نیست. ما به بهانه ای که با این تیم هستم، شما به بهانه این که با او تیم هستین یا با این زبان هستین یا با این قوم هستین، از پیشرفت های قابل ملاحظه شما بدون میمانید، صدرهایتان قرار می گیرن. بنابراین به عنوان زن بودن، به عنوان کسی که شما حمایت بسیار بیره از آن خود هنوز نتونستین در حکومت افغانستان بکنین، داشته باشین، بر نگاه دوم یا نگاه سوم به شما دیده میشه. تا شما به اهدافتان میرسید، تا به پیشرفت‌های میرسین، زمان سپری میشه. بنابراین به این مدیریت که در حکومت افغانستان است، ما میتونیم بگوییم که چنانه که رئیس شورای عالی مصالحه هم دیروز در سخنانشان در مورد 8 مارچ که یک اشاره داشتن که امید پراگندگی های سیاسیون افغانستان در حکومت اثرگذار بوده که تونسته امروز دشمن هم از استفاده بکنه و خلاهای هم در میان بیه و هر جمرش ها رو هم شاهد باشیم. این همه تاثیر بسیار منفی خود بالای کار و رویکرد کارهای زنا هم یقینا که داره. بله، تشکر دوباره برمیگردم. خانم مرزایی، از شما میخوام بپرسم در مورد ظرفیت و توانمندی زنان، چه در بخش که شما کار میکنین، چقدر ما زنان را تانستیم با تمام این چالش هایی که هر دو مهمان ما برشان اشاره کرد، خودشون را بازم تانستن که به یک جای برسانن؟ خب از دو نگاه میتونیم صحبت کنیم. اول در سطح جامعه میخوایم ببینیم زنها در ما در جامعه هستیم، در کشوری هستیم که حتی به خاطر دسترسی به ساده ترین حقشان که دسترسی به خدمات صحی است، یک خانم حامله میخواد بیاید برای مراقبت های دوران حاملگی یا برای زایمان خود به شفاخانه، هنوز این اجازه را نداره که از این حق خود استفاده کنه، بیاید و از خدمات صحی که دولت بهش فراهم کرده بهره مند شود. از این طرف
شرایط سرسام‌آوری که ما داشتیم در سطح افغانستان، ارقام نشان می‌ده که در سال 2002 1600 خانم از هر 100 هزار ولادت زنده که در افغانستان صورت می‌گرفت فوت می‌شد و ما مقام دوم در سطح دنیا از اثر بالاترین میزان مرگ و میر مادری در افغانستان داشتیم. من فکر می‌کنم که یک پرشن بالایی از زمین مرگ و میرا امروز کاهش پیدا کرد در نتیجه خدماتی بوده که زنها از خود نشان دادن. حالی ما به 638 مرگ و میر در هر 100 هزار ولادت زنده رسیدیم. این حاصل اونمو زحماتی بوده که کارکنای زنانه بخش صحت انجام دادن، بخصوص قابلسای با اونا با چه مشکلات مواجه شدن تا ای که تانستن امی مشکلات رو تایی کنن و خود برسانن به این مرحله که یک قابله شوند، تمام مشکلات فامیلی، سطح جامعه، تمام از اینا رو تایی کردن و تانستن که بیان عرضه خدمات بکنن. من مثال هایی رو دارم از قابله هایی که در پامیر بدخشان پدرش در اثر سرمایی که در مسیر کوهستانی داشته انگشتای پای خود از دست داده، اما قابله باز هم حاضر نشده کار خود از دست بده، رفته به مو مردم همونجا عرضه خدمات کرده. این نشان میده تعهد بالای یک زن که وقتی یک زن یک نقش قرار میگیره با چی اندازه میزان بالای از تعهد اینا کار میکنن. و مسئله بعدی است که زنها نشان دادن دستاوردهشان، مثلا شما میبینید که امیال 4 نفر از زنهای افغانستان در سطح دنیا به عنوان زنان برجسته رهبری قابلگی و نرسینگ در سال 2020 از طرف سازمان صحی جهان انتخاب شدن و از او جمله یک از اونها البته من خودم بودم و 3 نفر دیگه که از افغانستان بودن. فکر کنید در سطح دنیا یک کشور با مشکلات چالش‌های مثل افغانستان آمده در سطح دنیا یک مقام جهانی را میبره. زنایی که در دیگه بخش‌های مثلا سیاست یا در بخش ورزش در هر بخش مقام آوردن، من فکر می‌کنم این را نشان می‌ده که زنای افغانستان بالاترین توانمندی را دارن، بالاترین ظرفیت را دارن. فقط تنها چیزی که نیست زمینه برشون فراهم نیست تا اینا توانمندی خود نشان بدن و بیشتر بارور بسازن. این حکومت باید این زمینه ها را مهیا بکنند. بدون شک که باید برای زمینه هم از طرف دولت فراهم شود و هم از طرف خانواده ها. درست. خانم دایی، پس شما میخوایم بپرسم با این چنین زنانی که ما داریم، خانم مرزایی میتونه که اسم سالش باشه، شما خانم احمدی، اما چه زمینه های دیگر هم نیاز است که باید فراهم شود که یک زن خودش از لحاظ احساس مسئولیت بکنه و بره به پیش؟ یک مثالی که من در نخستم اشاره کردم، زنان زخمی هم ما میریم و پیش با تمام دشواری هایی که در حال حاضر در جامعه و در خانه خود داریم. گامای زیاد نیاز هست برداشته شود به خاطر حضور و مشارکت بیشتر، به خاطر توانمندسازی خانم ها، به خاطر دسترسیشون به حقوق اساسیشون. یکی از مسائلی که من قبلا هم به شکل جزئی اشاره داشتم میخوام به او بیشتر بپردازم، بحث مشکلات بنیادین و اساسی هست که ما در جامعه داریم. مثلا بحث آمار خشونت علیه زنان را اگر ما از سال گذشته ببینیم، 7000 چندین مورد خشونت را ما داشتیم، 90 مورد قتل خانم ها را ما داشتیم. اینا را دیگه فکر میکنم بسترسازی اجتماعی زمینه ها را مساعد کرده و این زمانگیر است تا تغییر بخوره. اگرچه بالا رفتن میزان خشونت های گزارش شده در حقیقت یک از عواملش بلند بردن سطح آگاهی است و زمین سازی برای گزارش دادن خانم ها، اما باز هم این مسئله مورد نگرانی هست. من فکر می کنم در یک بخش نیاز هست که آگاهی بیشتر بلند برده شود، با وجودی که بلند رفته، و ذهنیت جامعه و خانواده تغییر بخورد بیشتر از این در مورد خانم ها. دیگر اینجا بحث طالب نیست، خشونت های خانوادگی خصوصا در زمان کرونا و تا یک سال گذشته که حضور بیشتر مردها در خانواده بوده و مشکلات اقتصادی بیشتر دامنگیر خانواده ها بوده، این آمار را ما شاید افزایشش هستیم و این قابل نگرانی هست و شاید هیچ کشور بیرونی دیگه نتونه این را حل بسازد. در یک بحث دیگه، بحث تعلیم و تربیه است. ما آمار ارقامی که داریم، 3000 طفل محروم هستند از آموزش و پرورش و آمار بسیار یا قسمت عظیم از آمار را دختران تشکیل میدن. حتی ازدواج های در جریان تحصیل، در جریان تعلیم و در دوران مکتب، تمام اینا مایه نگرانی هست. و زمانی که ما ادعا داریم و ما میخواهیم و قانون اساسی در ماده 22 بر ما حق مشترک و حقوق تساوی حقوق در نظر گرفته بین زن و مرد، ما هم باید توانمندی ما بالا برام، ما هم باید او ظرفیت را داشته باشیم که یکی از راه های مهمش بر علاوه پذیرفته شدن و اجازه فامیلی بس تعلیم و تربیه هست و باید حضور خانم ها در او بخش بیشتر باشه. اما در کل اگر ببینیم، باز هم میشه گفت که نهی که در حد بسیار بالا هست و وضعیت بهبوده خوبی را داریم، اما در حد قناعت بخش هست، خصوصا در سکتور خدمات ملکی ما
یک پالیسی رو داریم، پالیسی افزایش مشارکت زنان که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری و چند سال پیش بعد از تایید کابینه مورد اجرا قرار گرفت. ما در سال 2019 گفتن حدود 27.5% خانم ها را ما در سکتور خدمات ملکی اداری داریم و این اگر در مقایسه بکنیم با کشورهای مثل هندوستان و ایران یک رقم درشتر را نشان میده و این مایه خرسندی هست، اما باز هم جای برای فعالیت بیشتر، برای تلاش بیشتر ضرورت داره. و یکی از راه‌های دیگه که فراموشم نشه بس آگاهی دیگه خود خانم‌ها و فعالین بخش حقوق هستند. زمانی که ما فعالیت میکنیم و صدا بلند میکنیم و تغییری را در جامعه بیاریم، خانم‌هایی که در مناطق دوردست هستند اونها هم باید آگاهی پیدا بکنن از حقوقشان و قناعت بدن خانواده و جامعه و محیطی که در او زندگی میکنن به خاطر موافقتشان با کار و با حضورشان در جامعه. درست. خانم احمدی، اگر شما هم صحبت داشته باشین که دسترسی زنان به خدمات که در حال حاضر است، چی از آموزش و پرورش تا صحت و موارد دیگر گرفته است، دید شما قناعت بخش است؟ خانم طیب میگن خب کارهایی که صورت گرفته قناعت بخش است تا اندازه، اما کار بیشتر نیاز است. فراموش نکنیم که ما تقریبا 20 سال قبل که دوری سیاه طالبا حکم فرما بود، تأثیرات ناگوار از او تا امروز در اجتماع و جامعه و خانواده ها است که زنان بیشتر متضرر بودند. البته اجتماع و یا مجموع یک کشور برای آموزش و پرورش نیاز بسیار مبرم دارند که باید برای یک تغییر ساختار پیشرفت برای جامعه چه بر تمام اتباع و بخصوص برای زنان. بنان من فکر میکنم که او تأثیراتی که ما هنوز هم در حال جنگ هستیم، کشور در حال جنگ هستیم، تانسته که زنان تا این حد در عرصه‌های ملکی نظامی و در عرصه‌های سیاسی، همونطور که پیشتر هم از بخش طبی صحبت شد، از بخش ملکی صحبت شد، پیشرفت‌های وجود داشته که ما این را دست کم نمیگیریم و زمینه‌های قابل درک هست. اما یعنی 20 سال هم وقت بسیار کم نبوده در یک کشور که طفل تازه تولد شده بود امروز 20 ساله شده و یعنی که حالا باید در موضوع کشوری سهم بگیره. آنچنانی که تقاضا میشه و آنچنانی که یک کشور ضرورت داره، هنوزم از بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، صحی، تعلیمی و پرورشی هنوز هم ما جایگاه بسیار بالایی را نتونستیم احراز بکنیم که امیدوار هستم بتونیم این جایگاه را پر بکنیم. اما این جایگاه میتونه با یک اراده قوی تمام مردم افغانستان و به خصوص رهبران حکومت بتونه این را تنظیم بکنه و پر بکنه. ما میتونیم که تغییر در جامعه در صورت وارد بسازیم که برای آموزش و پرورش و تعلیم و تحصیل زنان و کودکان توجه بسیار بخصوص شود و برای تغییر ذهنیت خانواده ها باید کار بسیار اثرگذار صورت بگیره، چه از طریق بخش های آموزشی، چه از طریق بخش های تحصیلی و چه از طریق رسانه ها که میتونه بسیار اثرگذار باشه. همونطور که باز تاکید میکنم که وضعیت بده که در افغانستان در این سالها، در سالهای جنگ تجربه شد و آمد و مردم متضرر شدن، این کار بسیار دوامدار را کار داره که بتونه دوباره خانواده ها و فامیلا را وادار به این بسازه که دیگر بین زن و مرد فرقی نیست. زن ها بتونن باید در کشور سهم فعال داشته باشن، درس بخونن، اولاد خود باید پرورش بسیار سالم بکنن و خودشان هم سهم بسیار برازنده را در کشور داشته باشن. ما به این اساس میبینیم که هنوز هم خشونت ها فوق‌العاده در افغانستان از خشونت های خانوادگی زیاد است. ما همیشه واگذار میکنیم بر بد امنی و وضعیت بد اقتصادی در کشور، کی وضعیت بد اقتصادی و بد امنی هم برمیگرده به دولت مدارای افغانستان، بر رهبران حکومت افغانستان که چگونه اینا بتونن اما وظیفه ایمانی، وجدانی و ملی را که در برابر مردم افغانستان و در برابر در پیشگاه خداوند اونا سوگند یاد کردن، او را باید به پیش ببرند. بله، تشکر. خانم مرزایی، از خانم احمدی اشاره کردن فرق بین زن و مرد. اگر ما تنها در بخش صحی از شما بپرسیم که چقدر این فرق شما لاقل به عنوان کسی که در بخش صحی کار میکنین مشاهده کردین؟ حتی شاید هنوزم این باور است که خانواده ها خانمهاشون اجازه نمیتن پیش دکتر برن، میگه که اگر دوار از دکتر گرفت خب وضعیتش بدتر از این خواهد شد. با این چنین دیدگاه چگونه باید با پیش بریم؟
خب بله متاسفانه هنوز هم قسمی که من قبلا یاد کردم یک مانعه از سرای عرضه خدمات صحی اینمی است که هنوز فامیل ها اجازه نمیتن و به خانم ها و اطفال و به اعضای خانوادهشان که دسترسی داشته باشن به خدمات صحی به خصوص به خانم هایی که در سنین باروری قرار دارن و اونا در مراحلی هستن که خیلی شدیدن نیاز دارن. متاسفانه عین تفاوت در بین عرضه کنندگان خدمات صحی هم هست. مثلا ما میبینیم که در جایی که یک کارمند صحی زن با تمام توانمندی که داره باید بیاید جلو و باید به اونمو اسکلا و توانمندی و مهارت‌های خود به بهترین شکل نمایش بده و بتونه به بهترین شکل خدمت کنه، همی به حساب مانعهای فرهنگی هست که باز هم فرارای امینا قرار میگیره و اجازه نمیده که اونا رو خواهن پیشرفت بکنن و به شکل که باید عرضی خدمات شوه. تشکر خانم دایی. بس خود با شما جنبندی میکنم. میخوام بپرسم پس از این 20 سال فراز و نشیب هنوز به نقطه رسیدیم که پرسه سال افغانستان است و امکانه از دست رفتن این دستاورت ها دیدگاه شما چی است؟ خیلی کوتاه. در قسمت سال و هر پروسه جنگ هیچگاه بی‌نهایت نیست و امیدواری برای سال وجود داره و طرف ها بخاطر حلش رای حل پیدا میکنن. خوشبختانه حکومت افغانستان با همکاری در پروسه سال و با در نظر گرفتن ترکیب زنان در این هیئت مذاکره کننده یک امید را برای زنان افغان بخاطر حفظ و دستاوردهای دو دهه گذشته در نظر گرفتن، اما باز هم نگرانی ها وجود داره و باز هم چون در توافقنامه ابتداییشان هیچ مسئله ای از حقوق و دستاوردهای گذشته زنان در نظر گرفته نشده بود نگرانی وجود داره و این نگرانی بسیار در حد جدی هست. توقع مایی هست از طرفین شامل در پروسه سال و جامعه جهانی که دستاوردهای دو دهه گذشته زنان افغانستان رشد و فعالیت و جایگاهشان نباید نادیده گرفته شود. بله خانم احمدی شما چه دیدگاهی دارین؟ ما میخوایم بگویم که هنوز هم زنان نگرانی خود دارند در این زمینه، به خصوص نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح و مذاکرات سال رفت و برگشت های را برای دوحه و کابل دارند که با رهبران سیاسی و به اصطلاح خودشان با شخصیت های اثرگذار صحبت میکنند، اما ما زنان و جایگاه زنان در کجای این صلح و مذاکره وجود است؟ چرا با این رفت و برگشت با این دید و بازدیدهایی که با رهبران سیاسی و شخصیت‌های اثرگذار دارند مگر در افغانستان زن موجود نبوده؟ مگر زن نمیتونست که در این پروسه شرکت بکنه و ارزش‌هایی که می‌خواهند نگرانی دارن که از دست نتن بحث داشته باشند؟ چرا این گونه صحبت‌ها و این گونه نشست‌ها با زنان صورت نگرفته تا اکنون؟ و به این خاطر است که ما می‌خوایم که به عنوان یک زن افغان اعتراض خود از می تریبیون داشته باشم که بدون در نظر داشت زنان و قشر بسیار عظیم جامعه که بیشتر از نیم نفوس افغانستان تشکیل میده، اگر با این چنین برخوردها سلیقه‌ای باشه و تنها کسان شخصیت های اثرگذاری که هم جنگ میآفرینن هم بر صلح پیش میرن و بالاخره اگر ما این مشکل نمی داشتیم امروز در وضعیت کشورم قرار نمی داشتیم. اینا خودشان جنگ میکنن، خودشان صلح میارن، خودشان مذاکره میکنن، خود کوزه و خود کوزگر و خود گل کوزه هستن. پس مردم افغانستان در کجای اینجا مذاکره هستن و زنان در کجای سطح مذاکره قرار دارن؟ به این نسبت ما میخوایم که نگرانی خود داشته باشم که باید در پروسه سال نقش زنان باید مثل که نقش تمام اتباع کشور در نظر گرفته میشه و رهبران و سیاستگزاره افغانستان باید در نظر داشته باشن. بله و اگر این چنین مد نظر نباشه نقش زنان که نمیشه سال پایداران یقیناً بازم یک گوشه از کار میلنگه و بازم همونطور که در مقدمه شما گفتین یک کشور زخمی را خود باز به پیش بردیم. بله خانم مرزایی اگر از شما چند کلمه در رابطه با زنان داشته باشیم که با همین ختم هم خواد کردیم برنامه را که چه پیام دارین بر زنان که چه باید پس از این انجام بده؟ ما فقط یک پیام بر تمام مادران افغانستان دارم، ایره بفهمند که قابلات در سرتاسر افغانستان به عنوان کسانی که مرکز و محور فعالیت و مسلک ما هستن منتظرشان هستن، از خود دریغ نکنن و مراکز صحی تشریف ببرن و خدمات دریافت بکنن. و یک پیام دیگه برای دولت افغانستان دارم که عملات هدفمندانه را به مراکز صحی باید از بین ببرن. مراکز صحی، کارمندای صحی، به خصوص زنانی که کارمند صحی هستن هیچ طرف سیاسی نیستن، با هیچ نظام و با هیچ مخالفی ما هیچ مشکلی نداریم، فقط ما برای عرضه خدمات هستیم و بهتر است که از تمام مسائل سیاسی مراکز صحی دور باشن.
بله، تشکر، سپاس از این که حضور یافتین به برنامه. ممنون شما و موفق باشین.